کتابخانه هالو تقدیم می کند قصه ما به سر رسید نوشته محمد علی جمالزاده بخش هفتم قسمت سوم آنچه برگشت ندارد نکته مهم دیگر که نباید از مد نظر دور داشت این است که عموماً اشیاء و ابنیه را از لحاظ بها و قیمت بازاری مورد توجه قرار می دهیم و من به شخص چند بار وقتی با بعضی از هموطنان در موزه های بزرگ و معتبر فرنگستان گردش می کردم ملتفت شدم که به یک ظرف طلا خیلی بیشتر توجه و التفات دارند تا به شاهکارهای بزرگ نقاشی و مجسم سازی درست است که در های هندوستان زر و سیم و سنگهای قیمتی زیاد به کار رفته بود و در کتابهای ما همه را به مسقال و ریال قیمت کردهاند ولی نباید فراموش کرد که در همین بناهای بزرگ و معتبر آثار هنری بسیاری هم وجود داشته که همه در زیر تبروتیشه ویرانگران ترک و تاتار و ایرانی نابود گردیده که میتوان پذیرفت که به مراتب پربهاتر از آن همه زر و سیم و جواهر بوده است ما امروز میبینیم که شاعر بزرگ ما فرخی در قصیده مشهور خود در وصف لشکرکشی سلطان محمود به سومنات که مشتمل بر 175 بیت است چون از بودکده آنجا سخن میراند میگوید به صد هزار تماسیل و صد هزار سوور مزین بوده یعنی هزاران مجسمه و هزاران پرده نقاشی یا نقاشی بر و دیوار و همو باز اشاره به توحف و هدایا و نظر و نیازهایی می کند که بزرگان و صاحبان ایمان به رسم پرستش و تقرب از دور و نزدیک به جا آورده بودند و اشاره به دانها می گوید چو تخت سنگ بران خانه تخت تخت زر در عالم خواب و خیال خدا را شکر گفتم که از زمان طفولیت که در مدرسه ای در تهران این قصیده بسیار عالی را حفظ کرده بودم ابیاتی از آن در حافظم باقی مانده بود که از خزینه بودکد صحبت می دارد در اینجا می آورم تا معید موضوع باشد به بدکده در بت را خزینه ای کردند در آن خزینه به صندوق های پیل گوهر گوهر خریدند او را به شهرها چندان که سیر گشت ز گوهر فروش و گوهر خر برابر سر بت کله ای فروهشتند نگارکار به یاقوت و بافته به در ز زر پخته یکی خود ساختند او را چکوه کوه و آتش و گوهر بر به جای شرر سلطان موقعی که در هندوستان بر شهر مندهیر یا مداهر یا مدهرا دست یافت در آنجا استخر بزرگی جلب توجهش را کرد که دور تا دور آن بودکده های بیشمار برپا ساخته بودند سلطان همه را در هم شکست و نابود ساخت و فراخی که ظاهرا در رکاب امیر حاضر بود درباره آن استخر سروده است فراد پهناهوزی به صد هزار عمل هزار بودکده خرد خورد گرده و زندر بزرگ بودکده ای پیش و در میانش بودی به حسن ماهولاکن به قامت عرعر اما فتح بزرگ سلطان در شهر سومنات بود عدد کشتگان هندو را در موقع فتح این شهر قریب پنجاه هزار نوشتند. معبد این شهر بر تخت سنگ های بزرگ استوار بود و سخف آن را 56 ستون از چوب ساج که از آفریقا آورده بودند نگه می داشت. نوشتند که هر یکی از این 56 ستون به انواع جواهر مرسع بود. و اصل بنای بودخانه از مس و دیوار و ستون ها همه از طلا بود و بر فراز چون این سقفی چهار گنبد زرین در تابش آفتاب چنان می درخشید که از راه بسیار دور دیده می شد و امر سلطان به جان مردم افتادند و براستی از کشته پشتها ساختند قنای می گفت به دست آمد تنها خمس این قنایم را که سهم سلطان بود یک میلیون و هزار مسقال طلا نوشتهاند امیر برای مراجعت به قزدین راه بسیار سختی را اختیار کرد که مبادا با لشکر هندیان مواجه گردد و قنایم را از چنگشان بیرون آورند نوشتهاند آن راه به قدری دشوار بود که سی هزار کس رهسپار دیار عدم گردید و قنایمی که سهم هر سپاهی بود به رسم قاعده باز نصیب امیر گردید. بوت چنانی سومنات را که به امر امیر چهار پاره کرده بودند به قزنین آوردند و از آنجا یک پاره را به مکه معظمه و پاره دوم را به خدمت خلیفه مؤمنین به بغداد فرستادند سر بت را در میدان شهر در مقابل بت بزرگ دیگری که آن را نیز در لشکر کشی های دیگر از هند آورده بود و جگر سوام نام داشت قرار دادند. قسمت دیگری از بت بزرگ سومنات را در آستانه مسجد جامع شهر افکندند تا مسلمانان خداپرست هنگام ورود به مسجد پای خود را از گلولای بران پاک سازند. در ازای چنین خدمات شایانی بود که خلیفه مسلمین لقب کهف و دولت و اسلام به امیر ارزانی داشت وقتی فکرم به دینجا رسید به خاطرم آمد که گاهی در میان ما ایرانیان با برادران افغانی گفت و شنودهایی رخ می دهد به دین معنی که ما ایرانیان سلطان محمود را پادشاهی ایرانی و از آن خود می دانیم در حالی که افغانستانی ها می گویند که او در خاک آنها زیسته و پایتخت از شهر قزنین که امروز در خاک افغانستان است بوده است و پس باید او را افغانستانی دانست به خود گفتم این مرد چندان آش دهنسوزی نیست که مستحق این قبیل چون و چراها باشد و من که یک نفر ایرانی هستم به سهم خودم حاضرم او را دو دستی به برادران افغانی واگذارم و به رسم جسارت و شوخی بگویم مال بد بی صاحبش زمنن یادم آمد که همین سلطان چشم زخم هایی هم به افغانی ها رسانیده است چرا که در تواریخ و در ضمن وقایع سالهای 414 و 416 می‌خوانیم که تاخت کردن سلطان محمود ابن سبکتکین بر کوههای افغانیان و قارت کردن و قتل ایشان و ستاندن دفاین و خزاین آنجا و مراجعت کردن و نیز به خاطرم آمد که در موقع انقراض قزنویان در سال 532 به دست سلطان علایدین حسین قوری قزنین مورد قتل عام و قارت واقعی کردید و چون امیران شهر را به آتش بسوزانید به جهانسوز معروف کردید و قزنین همان شهر با فخامتی بود که سنایی در حقش فرموده ارش و قزنین نسبتش هر دو یک است لیک قزنین رفیع تر از فلک است یا خاک گور چون که می دانید در عالم خواب و خیال قوه حافظه تیزی بسیار می آبد و در همانجا باز واقعه دیگری به خاطرم آمد و گفتم عجبا که این عمراب و سلاطین و پادشاهان با آن مال و ثروت بی اندازه باز چشم به دارایی رعایای خود دوخته بودند مگر ابن اسیر که مورخ دروغگویی نیست درباره همین سلطان محمود ننوشته است که برای تحصیل مال از هر وسیله ای سود می جست چنان که مثلا وقتی به دو خبر رسید که در نیشابور مردی هست که مال و نعمت بسیار دارد وی را به قزن احضار کرد و به دو گفت به ما خبر آورده که تو از قرامته هستی گفت قرمتی نیستم ولی مال بسیار دارم و هرچه خواهی از من بستان و این تهمت از من بردار پس سلطان مقداری از مال او را بستد و نوشته ای به وی داد که صحت اعتقادش را تصدیق می کرد شاید تنها تصدیت خاطر برای مردم بیچاره دنیا این کلام باشد که خالی از حقیقتی نیست که باداورده را باد می برد و هرچه زود آید دیر نپاید امروز می شنویم که تخت سلطنت سلطانی بزرگ چون شاه اسماعیل اول صفوی در موزه بزرگ شهر استانبول خاطر تماشاچیان را مشغول می دارد. درباره این تخت پادشاهی سلسله عظیم و شعن صفوی می که این تخت بی که با انواع گوهرهای مکلل و مجلل دیده می شود دیواری مشبکان همه از زمرد ساخته شده و پایه های آن از وفور جواهر پیدا نیست و بر روی این تخت یک قطع فرش است که یک جا از جواهر ساختند و چهار پشتی دارد همه مرواری دوزی و شاهنشین گویی با یاقوت و زمرد منقوش است. در جایی خواندم و به احتمال قوی خالی از حقیقت نیست که کمربند اردشیر بابکان در دهکدهی به نام پتروسا در کشور رومانی کشف شده است و هاکزا درباره گرز زرین شاه دوم می که این گرز امروز در موزه ابرازتف در شهر مسکو موجود است. باز باید شکر خدا را به جای آورد که در اطراف جهان به نام موزه بناهایی وجود دارد که پاری از یادگارهای تاریخی بسیار گرانقدر ما را نگاه داشتند در صورتی که ما امروز هنوز به طور قطع و یقین نمیدانیم که قبر پادشاه بزرگی چون انوشیروان ساسانی را در کجا باید جست و یا آنکه تاجی که خسرو پرویز به سر می نهاد به چه صورتی در آمده و ذرات آن در کدام گوشه جهان متفرق گردیده است خراج مملکتی تاج و افسرش بوده است کمین چیزی آن تاج بود آن افسر اوفی در جوام الهکایات در جایی که از کارهای سلطان محمود صحبت می‌دارد نوشته است که در هندوستان آن دیار کف را به سم مراکب باط پیما خراب کردند و قریب شش هزار بطخانه ویران کردند نوشتن که در لشکرکشی سلطان بزرگ به هندوستان چهار ست تن شاعر در رکابش همراه و ملازم بود یکی از آنها همین فروخی بود که در وصف کارهای ممدوح گفته بدان رهندر چندین حصار و شهر بزرگ خراب کرد و بکند اصل هر یک از بن و بر نرست از او برهندر مگر کسی که بماند نهفته زیر خسی چون بهیم شومختر شاعر ما آن همه خونریزی و ویران ساختن و با خاک یکسان ساختن ها را در این چند کلمه خلاصه فرموده است جهان بگشت و عادی بکشت و گنج بیافت و عجبا که شاعر سیستانی به رسم خیرخواهی و نوع پرستی و خدمتگذاری به خدایگان خود دستور هم داده است که به سند و هند کسی نیست مندکان ارزد کزان تو شود آنجا به جنگ یک چاکر خراب کردی و بیمرد و خاندان بهیم مگر کنی پس از این قصد خانه قیصر خدایگان از این پس چو رأی قذب کنی به بر سپاه کشن سوی روم و سوی خزر لابد می دانید که این استاد قصید سرایان فرزند قلامی ترک بود و سپس خدمتگزار و قلام یک نفر دهقان سیستانی گردید و شاعر از آب درآمد و در پرتو شاعری کارش به جایی رسید که تا بیستن غلام سیمین که بر از پس او می نشستند در موقع سواری به خود گفتم اینها عموما ترک و تاتار و بیگانه بودند ولی نادر شاه افشار از خود ما بود آیا او هم به طمع قنیمت و ثروت لشکر به خاک هندوستان نکشید؟ مگر اند که وقتی فرمان قتل عام اهالی دهلی را داده بود و سپاهیانش سرگرم قتل و قارت بودند مردم شهر چاره ایجازی ندیدند که کسی را به شفاعت نزد او بفرستند در مسجد شهر نشسته و شمشیر خود را از قلاف بیرون کشیده به روی زانو نهاده گفته بود تا این شمشیر برهنه است باید بکشند نظام الملک مل جاه وزیر هندوستان جد پادشاهانی که بعدها با عنوان نظام دکن در هیدرآباد به سلطنت رسیدند پیرمرد ریش سفید محترم و موقر خوش سیمایی بود به اصرار اهالی شهر حاضر شد به رسم شفاعت نزد نادر برود آمد در برابر او به احترام ایستاد و گفت کسی نمانده که دیگر به تیغ ناز کشی. مگر که زنده کنی خلق را و با باز کشی نوشتم که نادر از شنیدن این بیک لبخندی زد و گفت پیرمرد به ریش سفید تو بخشیدم سروتی که بعدها نادر افشار باز از هندوستان آورده کم نبود ولی آیا چنان سروتی باقی ماند و آیا به کارهای سودمند و آمول منفعه رسید؟ دستگاه حافظه از عجیبترین ماشین های خلقت است. چون این ماشینی در حجره مغزم به کار افتاده است و آسودم نمیگذارد و اختیار را از کفم بیرون برده است. پس اجازه بدهید باز داستانی را درباره عرب و ایرانیان برایتان حکایت کنم. نوشتن که در جنگ قادسیه رستم فرخزاد سردار غیرتمند ایران پیراهن و جامعه از زربفت بر داشت و همیانی بر کمر بسته بود که هزار سکه زر سرخ در آن بود برای روز مبادا و نیز کمربندی از طلا بر کمر داشت مرصع به گوهرهای گرانبها که هفتاد هزار درم قیمت داشت و نیز نوشتهاند که در میدان جنگ هزار شطور زیر بار داشت که حامل درم و دینار بود. حالا کاری نداریم که چنین مطالبی باور کردنی هست یا نیست. در هر صورت نوشتند که در میدان قتال و آفتاب سوزان در زیر سایه یک رأس از همین شطورها پناهی جسته بود تا قدری بیا ساید. عربی شمشیر به بار آن شطور زد و بار بر پشت رستم فرود آمد و پشت او را در هم شکست. و رستم خود را در رودخانه انداخت عرب که میدان او کیست او را بگرفت و سرش از تن جدا ساخت و بر سر نیزه کرد و فریاد برآورد که رستم را به قتل رسانیدم اگر این داستان پایه ای داشته باشد مسلم است که بار آن هزار شطور که درهم و دینار بود به چنگ عرب ها افتاد میترسم خوانندگان غیر ایرانی بگویند مفت چنگشان سور و سرور اکنون فرمان سور و سرور و نشاد صادر گردیده و دنیا رنگ دیگری گرفته است صاحبان تبل و علم در چپ و راست مجلس چون دانه های زنجیر به هم پیوسته اند عملی ترب در هم افتاده و حسن خدمت به خرج میدهند چاکرانی ساده صف در صف بادخاران نشسته دوش به دوش مطربان ترمزی زخم گرفتند رقاسان بخارایی و سمرقندی به پایکوبی و دستفشانی برخواستند زیرنویس عجبا که در زبان فارسی برای رقصیدن که عربی دارد کلمه دیگری پیدا نکردم شعرهای ما مدام از دستفشاندن و پایکوبیدن سخن میرانند که توصیفی است از رقصیدن و ما میدانیم که در بعضی از رقص ها رقاص عموما پا را از زمین بلند نمی کند و با میلغزد و مهارت به خرج می دهد. برخلاف رقص های اروپاییان که حرکات پا و ساق پا نقش مهم دارد دنبالی مد و بانگ تبل و دهل گوش فلک را کر می سازد از سماع چنگ و شور نای و نوش اندرین نه گنبت افتاده خروش لولیان در رقص و مطرب در سرود بربتن در ناله و در نغمه عود ناگهان در همان گوشه ای که نامرئی ای ایستاده و ناظر وقایع بودم داستان امیری به خاطرم آمد که مطرب در مجلس بزمش این بیت باسوز و گداز را میخواند گلی یا سوسنی یا سر یا ماهی نمیدانم از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم امیر برا شفت و فرمود ای قل تابان چرا آنچه را میدانی نمیخوانی امیر مانی سرک بود و دست کمی از آن امیر نداشت حواسش کاملا متوجه عوالم دیگری بود و زیاد به کار رامشگران و خونیاگران اعتنایی نداشت آنگاه مجمرهای بزرگی پر از آتش در چهار گوشه خیمه بر زمین نهادند و مشت مشت اسپند و کندر و معطرات دیگر در آن ریختند و بوی بسیار مطبوعی در فضا پیچید به مشاهده چنین آتش بیدود و فروزانی پیش خود گفتم جای اصحاب فور خالی که برای چنین آتشی که آن را سینه کبوتر میخوانند جان میدهند اکنون غلامان و خدمه آبدارخانه با لباس های ارقوانی با خانچه از میوه و شربت و شیرینی های گوناگون که هرگز چشم مانند آنها را ندیده و بر من به کلی مجهول بود وارد شدند. خانچه ها را بر روی کرسی ها قرار دادند و هزار چنان بدون فوت وقت به خوردن و آروار جنبانیدن مشغول گردیدن که گویی صد سال است که رنگ خوردنی ندیدن و جویدن و بلعیدنش به راستی تماشایی بود باز صدای بسیار بلندی رعدوار برخواست که ای پادشاه، دولت تو برقرار باد دائم سر حسود تو در پای دار باد در هر دیار خنجر تو کامران شده است بر هر مراد دولت تو کامگار باد از نو فریادهای آفرین بر امیر و عمر امیر دراز باد که لرزه بر پایه خیمه انداخت بلند گردید و در آن لحظه درست دستگیرم شد که امیر ابدا بر رموز زبان دری و شعر فارسی آشنایی ندارد و خندم گرفت و جلو خندم را سخت گرفتم ترسیدم به ظلف یار بر بخورد در همان سر و صدایی در بیرون برخواست و داروغه بزرگ شمشیر برهن بردوش وارد کردید و در مقابل امیر به زانو افتاد و پس از آن که دو سه بار زمین را بوسید گفت عمر امیر در باد چند تن از سپاهیان عرازل و بی پدر و مادر تاتار خود را پنهانی به استبل همایونی رسانده در صدد ربودن دو رأس اسب عصب از اسبهای مخصوص بودند و به دست قراولان گرفتار شده اند تا امیر چه امر فرماید امیر به علامت خشم و غضب ابرو را سگرمه کرد و چشمها را که ریز بود ریز تر ساخت و در یک دو کلمه حکم اعدام یرغو را صادر فرمود می که قتل و اعدام به طرز و شیبه های گوناگونی که عموماً هدایای دیرینه چین و ماچین و مغولستان و قبچاق و تاتارستان است به عمل می آید از آن جمله بود سربریدن شقه کردن شام آجین کردن به داراویختن دو درخت را به هم نزدیک ساخته نیمی از بدن محکوم را به درختی و نیم دیگر را به درخت دیگر با تناب ها بستن و درختها را رها ساختن تا مرد را دو نیم سازد سرب گداخته در حلق و گلو ریختن مغز را با تخماق پریشان ساختن چشم را به کمک میخ از هدقه درآوردن و به خورد محکوم دادن دستها و پاها را بریدن و در شکم دریده محکوم جا دادن دندانها را کنده در مغز فرو گفتن. محکوم را دست و پا بسته به دم اسب پرشرارت بستن و به زور شلاق در بیابان رها ساختن به خای آویختن و باز صدها شکنجه های گوناگون عجیبی که تنها از شنیدن نام آنها مو بر بدن راست می استد. هر ساعتی که می گذشت داروغه بزرگ وارد خیمه می شد و زمین می بوسید و با حکم اعدام تازه بیرون می رفت. طولی نکشید که بر عده چوبه های دار و جسد های شقل شده و بدنهایی که در میان دو درخت دو نیم شده بود می افسود و منظره آن برای خیمه نشینان و چادر نشینان چشمندازی می ساخت که فراخور آن حال و احوال چنان آدمیانی بود یک تن از مجلسیان که سربزش نشان میداد که باید ایرانی و خودمانی باشد و زیاد این طرف و آن طرف می دوید و نخود هر آشی بود و در نظر من نقش فضول آقا را داشت چون متوجه بی امیر گردید خود را بوزینوار به میان انداخت و با چنان صدایی که گویی صدای توپ است که از سوراخ شیر سماوری بیرون آید آواز برداشت با نعروی گردان چه کند لحن اغانی با پویه اسبان چه کند مجلس و گلشن اسب است و سلاح است مرا بزمگه و کاخ تیغ است و سنان است مرا لال و سوسن جوش می و نوش لب ساقی به چه کار است جوشیدن خون باید بر عیبه و جوشن میدانستم که امیر سوادی نداشت و زبان فارسی را خیلی کم میدانست ولی گویا کلمات تیغ و خون و سنان را فهمیده باشد بادی در گلو انداخت و بدرعی از زیر ران به در آورد و چون استخانی که نزد سگ بیاندازند جلو آن مردک انداخت مردک زمین را بوسید و پس از انجام کل معلق و پشتک باروهایی که علامت تعظیم و تکریم است پس پسکی به جای خود بازگشت در حالی که مدام بر بدری که در میان دو دست گرفته بود بوسه میزد. هنوز آن مرد جا خالی نکرده بود که جعلنق دیگری جای او را گرفت و بنای مدح و سنا را گذاشت با هر کلم خود را به خاک می انداخت و زمین را بوسه میداد. گفتار خود را با این بیت شروع کرد. فرو شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه. بر اکسان فوزیل آقای خودمانی بسیار فربه بود و صدای زیلی داشت که به زحمت از گلویش بیرون می آمد و به زحمت به گوش ها می رسید. مدام مدح و ستایش تحویل میداد و مدام با آن جسه پیلاسا خم شده زمین را میبوسید امیر را نواب سپه رکاب و خورشید قباب گوهر دریای سلطنت و سر و آزاد جوی باور سعادت پادشاه بهرین و برین، نیر آلم تا به فلک کامرانی و بدر بلند قدر اوج جهانبانی قدوه و قبله صلاتین ادالتاین خاقان اسکندر نشان جمجاه و سلیمان تخت نشین و سلطان صاحب هدایت و یقین امیر با حرکت دست امر فرمود که بس است و باز از زیر ران بدرعی چرمین به جلوش انداخت و به عملی طرب مثال داد که شراب نوشی آغاز گردد. به فرمان شراب درباشی ساقیان ماه رخصار و تزر رفتار از پسر و دختر جامهای گرامه به دست در گردش افتادند گویی ستاره هستند که از آسمان به زمین ریختهاند، الحق که رشک عروسان خلد بودند و ماهتاب از بناگوش هر یک نور دزدیدی و آفتاب پیش رخشان سجده بردی دلاویز و جگرخار و مجلس افروز و جهانسوز بودند با شروع کردید ساقیان ماه و میزبان خورشید باده بهرام و مطربان ناهید قده ها به میان آمد و پیمانه ها به گردش افتاد بازار باد پیمایی و میگساری به طرزی شگفتانگیز گرم گردید باد خدام خاص شرابخانه با پیش دامنهای پهن و بلند از پوست گاو میش دمادم جامهای سنگین و مردفکن را از شراب مویز رنگ پرمایه و قلیزی که شطور را به زانو در می آورد لب ساخته و پیاپی به حریفان کهنکار که شراب را به رسم معلوف ایل و قبیله و آیماق به بانگ کوس نوشیده اند می پیمایند. به قول شاعر پیاله های دهمنی علر رؤوس می خورند. مزید چنین شرابی کبابی است که از ران گراز و گوزن که خالیگران ماهر یعنی آشپزها در زیر نظر اجاق دار باشی و به کمک باد زنهایی به پهنی گوش پیل و دمه های عظیم اراقی خراسانی در منقل های عریض و طویل و پر دم و دود و پر جرقه و شراره به صدای دلچسب جلز و ولزی که آب به دهان می آورد به سیخ کشیده اند که یک وجب عرض و یک گز درازی دارد بو و دود چون این کبابی کیفی دارد که بر مستی و نشاد می افساید ولی البته اسباب تنگی نفس هم می گردد. برای جلوگیری از دم و دود و بوهای مطبوع و نامطبوع در ناف خرگاه بزرگ امارت به منظور تهویه و دفع دود و بو شکاف های شبکه دار بزرگی پنجرهمانند طبیعه کرده اند و چشم مجلسیان از همان جایی که بر آن کرسی های کذایی قرار گرفتهاند مناظر بیرون خیمه و خرگاه را به آسانی تماشا می کند. چون که می دزدان و جاسوسان و تبهکاران دیگر را به امر امیر در پشت خیمه به دار می یا سر از تن جدا می کردند و برای عبرت دیگران همانجا بر خاک می منظره بیرون خیمه چنین کیفیتی را دا داشت و چندان تماشایی نبود خانچه های خوراک و های شربت و میوه وارد شد در خانچه ها چشمم به گندم و شاهدانه و نخود و کشمش افتاد ولی تا آمدم به خودم برسم که صاحب بزرگ که عنوان صاحب دیوان عرض داشت و جامه و سرپوشی بس فخیم بر تن و سر داشت و مرد محتشمی به نظر می رسید با ادب به جانب کرسی امارت پیش رفت و زمین را بوسه داد و به دو زانوی ادب برآمد و به عرض امیر رسانید که زندگانی خداوند دراز باد به اون تعییدات الهی و طالع میمون خداوندگاری و از برکت منویات امارت پناهی تمام امور بر وفق مراده است و جهانیان به دعاگوی ذات بی زوال امیر بزرگ مسرور و سرفرازند. فریادهای شادی از اطراف برخاست و از میان خیل شعرا شاعرت قد دراز و دراز ریشی مهلت نداده به شتاب پیش دوید و خود را در مقابل امیر به خاک انداخت و با صدایی که هر چند رسا بود اما همه همه و قلقله مجلسیان نمیگذشت درست شنیده شود بنای مدداهی را گذاشت قصیده ای بود از ریشش درازتر و همین قدر است که این دو بیت از آن در خاطر مانده است با وجود آنکه حافظ خوبی ندارم سواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان یگان ایزد دادار و بی نظیر و همال وگر هر دو ببخشید او به روز سخا امید بنده نماندی به ایزد متعال حوصله امیر سر رفته بود با دست اشاره کرد که بس کن و باز بدرهی برایش انداخت و مجلسیان را از شر شعر و شاعری رهایی بخشید به فکر افتادم که هرچند این امیر بدون تردید زبان فارسی را خیلی کم می داند و از عهده صحبت به دین زبان بر نخواهد آمد اما آیا این حکم کلی است و آیا این امیرانی هم که کم و بیش این زبان را می دانستند از عهده فهمیدن شعر و قصیده فارسی بر می آمدند یا نه؟ یادم آمد که شیخ سعدی در حق جماعت مغول و تاتار فرموده همه آدمی زاده بودند لیکن چو گرگان به خون خارگی تیز چنگی در اون مردمی چون فلک نیک محذر برون لشکری چون حجبران جنگی و هرچند درباره پادشاه بزرگی چون مسعود غزنوی نوشته اند که فارسی را خوب میدانست و خوب میخواند و خوب می نوشت و حتی به مبالغه افسوده اند که نادری روزگار از خاص در نوشتن نامه و نام فرودن و مخاطب نهادن ولی می بینیم که مورخ راستگویی چون بیحقی در مورد همین سلطان همین قدر نوشته است در سخن گفتن زبان فارسی هم دستی داشته است استاد بزرگ ما مجتبا مینوی نوشته است نویسنده یا شاعر در دربار سلطان محمود و سلطان مسعود و سلاطین دیگر غزنوی و سلجوقی و غیر آنان در بند نبود که مخدوم او به زرافت ها و نکته سنجی ها و معانی پردازی ها و آیات براعت و فساحت و بلاغت او را چنان که شاید و باید واقف می شود یا نه آنان شعری از برای یکدیگر دیگر می گفتند. استاد گرانمایه آقای خانلری هم معتقد است که شاهان سلجوقی به احتمال قوی با زبان فارسی آشنا و از عربی بیگانه بوده اند. نویسنده خوشفکر و خوشقلم ما آقای استاد دکتر محمد اسلامی ندوشن در این مورد چنین اظهار نظر فرموده است. سلطان محمود غزنوی فقط به تقلید خلفای عباسیان آن هم شعرا را که تعدادشان را تا چهار ست هم نوشته اند در دربار خود به منظور حسابگری و تجمل پرستی و شکوه فروشی جمع آورده بود نه به سبب ذوق و علاقه تاریخ به ما نشان می دهد که شقاوت و شفقت گاهی مانعت و جمع نیستند چنانکه که مثلاً در شرح حال سلطان سلیم نهمین سلطان ترک می خانیم که طبعی وحشتانگیز و خویی وحشی داشت رحم و شفقت در نهادش نبود و دو برادر و پنج برادر زاده و هفت وزیر و عده زیادی از بزرگان دربار خود را به قتل رسانید و کار به جایی رسیده بود که هر کس می خواست کسی را نفرین کند وزارت سلطان سلیم را برای او آرزو میکرد. از خونریزی خودداری نداشت و پس از قتل چهل هزار شیعی مذهب در خاک آناتولی به فکر قتل عام مسیحیان افتاد ولی با این حال مردی از اهل مطالعه بود و به دانشمندان احترام تمام میگذاشت و خود نیز شعر میگفت. برگردیم به محول عیش و طرف خودمان آن همه دختران و پسران زیبا در لباسی که تشخیص دادن پسر از دختر سخت دشوار است در کار رقص و ساقیگری هستند رقصشان عبارت است از به وجود آوردن دایره و دوار با حلقه های گیسو و گردن های مدور و ابروان کمندی و چانه و شانه و پستان و شکم و ناف و سرین و ران و کشاله در کار خلق کمند هستند و چون این کمندهایی را با یک دنیا ناز و اشفه و کرشمه و قنج و دلال و شیطنت و حرامزادگی زادگی برگردن پهلوانانی که از خستگی و شراب نیم خرابند می و در عوض از زر و گوهر جیب خود را مملو می سازند. به صدای تار و کمانچه و ضرب و دایره های زنگی و تنبک های مخصوص خلخالهایی را که بر مچ پا بستند در می آورند و بر حرارت تنور خوشگذرانی می افسایند از آتشین رخصارها کرده ایان گلزارها و زلف چون ترارها دلدوز و قارتگر همه قامتهای سرو خرام را به خرام در آورده اند و آسمان خدمت امیر کامکار را حلقه ماه نو در گوش کشیده اند چابکان خطاب و خرخیزی آب و آتش ببرده از تیزی چون شعله آتش در حرکت هم و حرکات زلف و تن و بدن را چنان با ساز و آواز قوالان و مطربان و بوغیان و رامشگران مناسب و موضوع می سازند که گویی موسیقی و رقص باب واحدی از ابواب عیش و اشرت است. کرسی نشینان بزرگ سبیل و سوتورگ شکم که تا کنون با قلام بچگان پنهانی به چشم چرانی مشغول بودند و هر یک از آنان دزدیده با قلامی نظری پیدا کرده و با گوشه چشم راز و نیازهایی رد و بدل می کردند و با نگاه های حرام زاده ای که جز کلمه هیز کلمه دیگری چنان که شاید و باید از عهده توصیف آن بر نمی آید داشتند از دورا دور آن قلام بچگان را که در هر نوع حرامزادگی زیفونون بودند می بل ایدند. اکنون با رقاسانی که هر لحظه به کرسی آنها نزدیکتر می شوند قدری مردد مانده و نمی دانند. از خدا و خرما کدام یک را اختیار نمایند رقاسه ها پاورچین پاورچین مانند امواج سبک کنار دریا مدام نزدیکتر میگردند، گردند و چنان دلفری بند که دل هر زاهدی را می بایند تا چه رسد به این قلچ و ماخای خونخار از جنگ برگشته؟ در مقابل چنین کرسی نشینانی در حالی که با هر عضوی از اعضای خود قروغنبیله به مناسی ظهور میرسانند، به زانو در می آیند و کم کم دهان را در مقابل پهلوانان باز می کنند و هر پهلوانی گوهری را که از پیش تهیه کرده و در پر شال حاضر دارد در آن دهان می نهد و به رسم پاداش بوسه ای هم از چنان دهانی می رو باید و در ضمن با آهنگ مستی و از دهانی که بوی ناگوار شراب از آن بیرون می جهد جمله هایی هم از نوع آی جانم قربان آن دهن و آن زبان و آن دندان هایت بروم جانم فدایت قربان تا ابرویت دلم و بردی پدرم و در وردی پدر و مادرم به قربان قره کمرت تحویل میدهند نشات بالا گرفته است به فرمان شرابدار باشی ساقیان ماه رخسار از پسر و دختر جام به دست در گردشند و مدام به مجلسیان می پیمایند کنیزکی با لباس ابریشم جام شراب در دست به امیر نزدیک شد به راستی که رشک عروسان خلد بود و ماهتاب از بناگوشش نور دزدیدید و آفتاب پیش روخش سجده بردی دلاویسی، جهانسوزی، مجل سفروسی آشوب زنان و فتنه مردان بلند، بالای و باریک میان امیر پنداری خورشید طالع را در ستایش خود دیده است جام شرابش را لا به سر کشید و مچ دستش را گرفته به خود نزدیک ساخت و سر بر سینه او نهاده بوسه های آبدار به چنان سینه ای داد و بد ای از اطلس که گفتی از مرواریت های قلطان کم نظیر مملو است در چاک پیراهنش انداخت و چند کلمه ای در گوشش گفت که عهدی نشنید و با حرکت دست رخصت داد که بر جای خود برگردد به اشاره امیر کنیزکان زربفت پوش که تا آنگاه در اطراف کرسی امیر صف بسته بودند با پیمانه های بزرگ شراب به دور افتادند. آواز خوشی عجبا به زبان فارسی پاک و پاکیزه برخواست که خیز و سیاره می در افق جامنداز دانه ی لل دران حقه زرفا من داز، خنجر برق نمای می روشن برکش سر اندیشه زتن دور به صد کام قده ها و پیمان ها به گردش افتاد یاران کهنکار بودند و معتقد بودند که باید مست بود تا بزم دلپسند باشد پیاله را باید لاجرعه جرعه به سر کشید مبادا که در آن چیزی در ته پیاله بماند آن کس که از همه بیشتر بنوشد و از همه بیشتر میگو ساری کند به لقب بهادر سرفراز میگردد امیر در پایان جشن سکه های زر و سیم بر سر مجلسیان و آخرین سکه را که در سینی طلا باقی مانده در دامن چنین بهادری می اندازد. ساخیان در مقابل کرسی نشینان به همان شیوه رقاصها ها به زانو در می آمدند و پیاله را از شراب لبریز می و خود نیز گاهی لب به دانجا آشنا ساخته به صدای بلند به سلامتی امیر و کامکاری او لبی تر می کردند. در کتاب می خوانیم که در این مجلس حاضران حداقل پنج سادگین نیم منی می نوشیدند و حد اکثر هجده سادگین بود. کسانی که تاب نمی آوردند از حضور امیر مرخص می شدند. اما امیر پس از ایشان به بادگساری ادامه میداد و مجموعا در این نوع مجالس 27 سادگین نیمنی شراب می خورد. تماشای این بادگساری ها مرا به یاد شرابخواری مسعود غزنوی انداخت که شرح آن را به قلم بسیار دلنشین و آموزنده دکتر باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعه خوانده بودم. به نقل از بیحقی با همان شیوه خاص خودش که حقیقت تلخ را با طرز شیرینی حکایت می‌فرماید. مسعود روزی با همراهان به قصد شراب خاری نشست سادگین ها روان گردید هر یک نیم من و نشاد بالا گرفت و مطربان آواز برآوردند. ابوالحسن پنج سادگین بخورد و به ششم شش سپر بیفکند و به سادگین هفتم از عقل بشد و به هشتم قذفش بیفتاد و فراشان بکشیدندش بلالاء طبیب در پنجم سرپیش کرد و ببردندش خلیل داوود بخورد و بگریخت داوود میمندی مستان افتاد و مطربان و مزهکان همه مست شدند و بگریختند ماند سلطان و خاج عبدالرزاق و خاج مجده که هجده بخورد امیر پس از این می بخورد به و بیست و هفت سادگین نیمنی تمام شد ابریغ باشی آفتابه به دست در جای خود ایستاده و گوش به زنگ متوجه بود که هرگاه امیر پس از آن همه بادگساری متاج به خالی کردن آبگاه باشد در همان پشت خرگاه آفتابه را برساند و باشد که مستی شاهان او را به پاداش بیشتر و مقام رفیع تری برساند زیرنویس در تاریخ فرانسه خواندم شخصی که متصدی آوردن کاغذ توالت برای پادشاه بزرگ فرانسه لوی چهاردهم بود به مقام نجابت نوبلس ارتقا یافت و هنوز هم اولاد و احفادش بدان مقام باقی مانده و بدان مفاخرت می کنند شراب حکم آب جوی را پیدا کرده است و تلو تلو خوردن شیوه راه رفتن اهل مجلس گردیده است بی به یکدیگر تنه می و از دهانشان سخنان نامربوط زیاد به گوش می خورد. دیگر کسی به کسی نیست به تمام معنی مست بازار است شاعر کرمانی در همون هیزوبیز صاحب دیوان بزرگ را دیدم که با جوانی سیاه چرده و بلند قامت وارد خیمه شد جوانی بود شبیه به دوست گرامی خودم با آسانی پاریزی و خواهی نخواهی بدان طرف کشیده شدم صاحب دیوان چنین جوانی را به جانب امیر می برد و همین که به جایی که تجاوز از آن هری مجاز نبود رسید با صدای بلند گفت زندگانی امیر دراز با جوان شاعری است که از دهکده از دهکده های کرمن به نام پاریز خود را به اینجا رسانیده است شاعر است و شعرش را دیدم طبع بسیار بلندی دارد و مستعد است که به مقام بسیار بلندی ارتقا یابد اگر حضرت امیر عطف توجهی به او مبذول فرماید و قصیده ای را که ساخته و با خود آورده است به سمع قبول اسخا فرماید سر افتخار به آسمان خواهد سود معلوم بود که امیر در آن قوقا و قشخره سخنان امیدش را نشنیده و ابدا دل و دماغ شعر گوش دادن ندارد آن هم شعری به زبان فارسی ولی چون ملاحظه نمود که صاحب دیوان از جایش حرکت نمی کند و مایل است که جوان شعر خود را بخواند با مختصر حرکت دست شب فهمانید که گوش می دهد. جوان با آن قیافه مطبوع و حرکات طبیعی تومار بلندی از پر شال خود بیرون آورد و با صدای بلندی که هرگز با آن هنجره لاغر تناسبی نداشت شروع کرد به خواندن قصیده خود راستش این است که من هم در نزدیکی او ایستاده بودم و زبان فارسی زبان مادری من است جز همان باز شدن دهان و حرکات دست چپش که در فضا چون ماهی از آب بیرون افتاده جوش و جنبش بسیاری داشت چیز دیگری دستگیرم نشد وقتی به خودم رسیدم که صاحب دیوان دور شده بود و امیر کمترین توجهی به شاعر مادر مرده نداشت و اهدی کمترین گوش استماع برای آن همه ردیف و قافیه شاعر کرمانی نداشت شاعر به فلک و ملک اعتنایی نداشت و دست را با انگوشت های استخانی دراز حرکت می‌داد و ابیات بیشمار را بیرون می‌ریخت. خواستم به او بگویم کوتاه بیاور ولی دلم گواهی نداد و به خود گفتم به همین دلخوش است که در مجلس چنین امیر بزرگی شعر خوانده است چرا باید ایشش را منقص سازم شاعر جوان هم خواست فضل فروشی کند و یک قطار از قافیه های عربی قه آب نکشیده و یا پارسی لخم سره از قبیله مسقله و زودله و چاوچله و زنگله و هله ردیف ساخته که پایانش پیدا نیست شاعر معلوم است که جوان بی تجربه و کمفراستی نیست و در شغل شاعری از رندی و پختگی آری نیست و هرچند خوب ملتفت است که اطرافیان کمترین اعتنایی به او و شعرش ندارند و شاید در دل مرگش را از خدا می تلبند، اما او نیز توجهی به این کیفیات ندارد از راه دور با دلی مملو و از امید خود را به اینجا رسانیده است و با عزم راسخ سعی دارد که قصیدش را تا بیت آخر همانجا بخواند. قصیده حسب المعمول با ابیاتی قنای آغاز می گردید که تنها گاهی کلماتی از آن به گوشم می رسید. همینقدر دستگیرم شد که شاعر از شب دوشین سخن می راند. که لب بر لب نوشین داشته و شبی که در اتاق کاگلی پاریز از عمر شمرده همانا شب دوشین است و درباره جزئیات بوس و کنار نکته های نازکی از چنده ابتکار بیرون می ریزد که آب به دهان می آورد. آنگاه با استادی شاعرانه محیر پای ممدوح را به میان محفل اشرت خود کشیده است و قسمهای اکید یاد می نماید که ذکر خیر امیر نقل مجلس او و معشوقه بوده است. توی پرانتز درست فرمان معلوم نکردید که معشوقش از جنس اناس بودی یا زخور بوده است. پرانتز بسته و به مدد مزامینی چنان دقیق که تنها شاید به وسیله زردبین مغناطیسی بتوان به هفت بدن آن راه یافت حکایت می کند که معشوق در آن حال از او شراب و کباب طلبیده بوده است و شاعر جوان به او گفته بیا تا در این نیمه شب به جان و عزت امیر بی‌نظیر دعا کنیم تا از یمن وجود زیجودش که دماوند اتاب و بخشش و الوند جود و سخا به قوزک پایش نمی رسد، به مقصود خود برسند. کم کم به او خیلی نزدیک شده بودم و بغل دستش ایستاده بودم و هرچه به زبان فارسی فسیح به او می گفتم برادر ولش اعتنایی نداشت تو شعرش چون افعی زخم خورده ای در روی خاک پیشان بود و نه احدی کمترین اعتنایی به او داشت و نه او به دیگران همینقدر است که امیر ناگهان از زیر مسند امانت باز یکی از آن بدراهای معهود را بیرون آورد و به جلو شاعر انداخت شاعر جبه برخاک سایید و بدره را قاپید در شکاف یقه پیراهن انداخت و باز میخواست دنبالی قصیدش را گرفته آن را دنبریده نگذارد در اما نیزو بیز ناگاه در بیرون بارگاه قوقا و حیاهوی از این برخواست و گروهی از یساولان و قراولان با قیافه های افروخته و شمشیرهای آخته سراسیمه وارد شدند که چه نشسته اید که دشمن شبیخون زده وارد شهر گردیده و به قتل و قارت سوختن و خراب کردن مشغول است. اسم تایفه مهاجم را هم گفتند که بر من مجهول بود و همینقدر دانستم که باز مشتمل بر چند حرف از همان حروف سعب است که عموما در نامهای این قبایل و توایف داخل است معلوم شد سواران بسیار مسلح و مکملی چون عجل معلق قافلگیر به جان اردو افتاده اند و به اهدی ابقا نمی کنند و بیامان و بی, امان و بی زنهار مشغول قتل و قارتند خیمه را می و پسران و دختران جوان را از دم اسیر گرفته بر ترک زین می نشانند و چارپایان اسب امیر را به جلو انداخته ناپدید می شوند. مجلس در یک طرفت ال این به هم خورد. همه حراسان بیرون ریختند به چشم خود دیدم که با خنجر سینه چادر را شکافته خود را از آنجا بیرون میانداختند. چند تن از خوانین با اعتبار را دیدم که مانند مار زخم دیده سینه کشان از زیر پارچه و تنابهای چادر به خزیدن راه گریز یافتند. دیگر در زیر قبه بارگاه عهدی باقی نماند. امیر هم ناپدید شده است و معلومی چه سرنوشتی دارد. خیمه و خرگاه چنان خالی مانده که پنداری هرگز پای آدمیزاد به تانجا نرسیده است. همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در آن لشکر سلم و تور. تنها کسی که هاجواز باقی مانده بود شاعر کرمانی بود که در آن میان خوشکش زده بود و تکلیف خود را نمیدانست. به چشم خود دیدم که یک نفر از فراشان دوست یا دشمن چنان فرش را به زور و شدت از زیر پایش بیرون کشید که شاعر شوربخت بر خاک غلطید و چیزی رمانده بود که با فرش در هم پیچیده شود از همه بدتر تومار قصیدهش هم از دستش بیرون رفته به زمین افتاده بود و دل نمی کند که صرف نظر نماید گفتم رفیق جایی رفته است که ترک و تاتار در اجاق می سوزند دستها را به روی سینه به جایی که کیسه درهم و دینار آشیان یافته بود میفشرد و مدام از تومار سخن میگفت و با چهار چشم به اطراف نگران بود که شاید آن را باز یابد دشمن به همه جا آتش زده بود آتش داشت نزدیک میشد گفتم بیا تا بلکه از این ورطه خلاصی یابیم جز صدای تومارم تومارم از هنجره اش بیرون نجهید. گفتم رفیق تو ما رو عمرت دارد در هم میپیشد و دستش را چسبیدم و به طرف بیابان به راه افتادم. قصه تومار داشت و نمیخواست صرف نظر کند. ناگاه پایم به میخ خیمه ای بند شد و سکندری خود برخاک افتادم و از خواب بیدار شدم و دیدم آنچه دیده و شنیده بودم جز خواب و خیالی نبوده است و برای ما آشکار گردید که لحظه ای هم فرا خواهد رسید که همه کارهای دنیا در نظرمان خواب و خیالی بیش نخواهد بود شنب 20 تیر 2537 شاهنشاهی